همه به جز پرزیدنت در تاجیکستان 44 دلیل خشوتبربازی آشکار شد. از پای رحمان دختر مرزیویف به وظیفه بلند تعیین شد. دوگین تاجیکان باید دینی پراوسلاوی را قبول کنند. نیگارا مقیمی نماینده اگنتی مبارزه با فساد در نشست خبری روز 15 آگوست از آشکار شدن 44 دلیل تعیین کادرها بر اساس خشوتباری و محلگرایی در نهادهای دولتی خبر داد. 15 دلیل خشوتبارچگی در ساحه معارف، 16 دلیل در وزارت تندرستی، 6 دلیل در حکومت‌های محلی، 2 دلیل در ساحه خواجگی کمونالی و در وزارت‌های نقلیات و کشاورزی، 1 دلیل در کمیته زمین، سریداره بایگانی، اگنتی ملیوراسیا و آبیاری آشکار کرده شد، گفت او. با سوال روزنامه‌نگاران که آیا دلیل‌های کاری مشترکی نزدیکان پرزیدنت و منصبداران بلندپایه آشکار شده است، مقیمی پاسخ داد که تنها دلیل‌های در بالا ذکر شده آشکار کرده شدند. خیرالله میرسعیدوف، روزنامه‌نگاری تاجیک که در مهاجر به سر می‌برد، می‌گوید: از این آمارها تعجب‌آور نیستم، زیرا سال‌های اخیر اگنتی ضد فساد تنها از میان آموزگاران و طبیبان رشوه‌خور و قانون‌شکن را می‌جوید. نس всё коррумпировано сверху до низу, как и везде. یادرس میکنیم که طبق قانونگذاری تاجیکستان برای خط خویشاوندانی که کاری مشترکشان در نهادهای دولتی ممنوع است، همسران، فرزندان، برادران، خواهران، والدین، جیانها، عمه و خاله، عمک و تقاها را دربر میگیرد. اما با وجود این بسیاری از خویشاوندان نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در مقاماتهای بلند پایه و در منصب کلیدی کار و فعالیت میکنند. پسری کلونی رئیس جمهور رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه می باشد. دختری رئیس جمهور آزاده رحمان راهبری دستگاه اجرایی سروری دولت را بر عهده دارد. دختری دیگر پرزیدنت رخشانه امامعلی سفیر تاجیکستان در بریتانیا کبیر و ایرلندیا شمالی تعیین گردید. باز یک دختری دیگری رئیس جمهور تخمین رحمان با شوهرش ظریف بیگ دولتوف با تجارت مشغول است. یکی از دامادهای رئیس جمهور اشرف جونگولوف سفیر تاجیکستان در ترکیه است. یکی از جیانش اسلامی دین رحمان رئیس ناحیه دنغره و دیگر امید رحمان دادستان ناحیه سینای شهر دوشنبه می باشد. دختری کلونی رئیس جمهوری ازبکستان سعیده میرزیویوا با اشغال مقام بلندترین در دستگاه پرزیدنت به وظیفه یاوری رئیس جمهوری ازبکستان تعیین شد. عزیز مگروپوف نیز به مقام مذکور تعیین گردید. گفت کاتبی مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان شرزاد اسدوف با استناد به فرمانهای دخلداری شوکت میرزیویوف. وارث رولنی اجرا ایتوچیسی دیب آلگن توغروراق بولادی چونکی رافائل توغرا ایتدیلر نامعلوم کیم وارث بولادی. Bu aniq emas. Ya'ni bu stabillashtirib turuvchi element. Bu avtoritar davlatlarda albatta keyingi kim bo'ladi degan savolga, keyingisi kim bo'ladi degan savolga javob bo'lish kerak. Yodras mekunim ki qablan daftari matbuoti Mirziyoyev az lag'vi maqomi raisi dastgohi prezidenti O'zbekiston va yak qator tag'irot dar soxtori dastgoh xabar doda bud. Tibqi tag'irot dar soxtori dastgohi rais jumhur ba joyi raisi dastgoh du vazifai navi yovari prezident jori shuda. Te'dodi mushoviron az 9 to 11 nafar ziyod gardid. Bizda monarxiya shakllanayotgan yo'q. Bu masalan Iroq, Saddam Iroq vaqtidagi yoki Hafiz Asad vaqtidagi Suriyani bir eslatadi. U yerda ham mana shunday bir progressiv g'oyalarga ega bo'lgan qandaydir oilalar, aslida esa o'sha Tikritdan kelgan, Latakiyadan kelgan oilalar hamma joyda egallab olishgan. Noziron qayd mekunan ki bo in roh Shavkat Mirziyoyev an'anai diktatorhoi kishvarhoi Osiyoi markezi ro idoma doda farzandoni khud ro ba maqomhoi oliyi davlat tayin mekunad. Barham dodani maqomi raisi dastgoh va tayin shudani dukhtarash ba haisi yovari prezident dar barobari kasi digar zohiran pinhon kardani on ast ki dar voqe Mirziyoyev dukhtarash ro ba haisi raisi dastgohi khud tayin karde ast. این از تجربه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که از سال 2016 اینجانب سروری ماموریتش دختری کلونیش آزاده رحمان است کاملا نسخه برداری می باشد. پریزیدنت کیفیت کمگه یخشلنسا اوشا پتانسیالی ورسکه ایلانش ممکن یا که ورسکه. باید الهیده قید کرد که انعنه تیار کردن فرزندان پرزیدنتی توسطی به وظیفه های گوناگونی دولتی تعیین نمودنی آنها در طول چند سال چنین می نماید که گویا آنها با روش
کشی طبیعی از منصب به منصب بالا می روند. چون این راه را سعید مرزیویو نیز طول کرده است. قبلا او در اگنتی اطلاعات و کمیونیکاسی های نزدی دستگاه پرزیدنت جمهوری ازبکستان، بعدا در شورای فوند دستگیری و رشدی وسایط اخباری عامه فعالیت کرده است. بندن بر یل اول یتکچی بولشن مقصد کنید. سیاستمداری روس الکساندر دوگین که به حیث فیلسوفی بحث برانگیز، ایدئولوژی جهانی روس و استادی روحانی پوتین شناخته شده است، در تلگرام کانال خود نوشت که مهاجران تاجیک باید زبانی روسی را بیاموزند و دین پراوسلاوی را قبول نمایند. همه زبانی روسی را بیاموزند، آثار بلوک و کلیوف را از یاد بدانند، دین پراوسلاوی را قبول کرده فرزندانشان را تعمید دهند، روزه پراوسلاوی بگیرند و در هیئت ارتش با جسارت از روسیه دفاع کنند، همان گونه که باید مردم بزرگ هند و اروپایی رفتار بکنند، می نویسد او. сейчас правоохранительная система в России не заточена на охрану прав, она заточена на обслуживание интересов тоталитарного режима. با عقیده او بعدی بازگشت از جبهه تاجیکان باید در روسیه همان گونه زندگی و کار کنند که شهروندان و افرادی با احترام باید رفتار میکنند. اگر این خیل نخواهند دیگر گونه بودن نمیتواند. تهدید کرد دوگین. توستی انی دومالی چطو نینویدیت میگرانتف اتا فسی اوبشه نورما. نشریه در شبکه تلگرامی دوگین بعد از آن پیدا شد که وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در نشست مطبوعاتیش گفت که مقامات این نهاد به 5 شهری کلونی روسیه، مسکو، سنکت پیتربورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک و اوفا گروه های کاری را برای سنجیدن شرایط زندگی مهاجران مهنتی سفربر میکند. اظهارات مذکور در حال داده شده است که موج اخیر و تقریبا به تنفس فشار و تعقیب و بازداشت و ویران کردن حقوق مهاجران تاجیکستان در روسیه از ماه می به این سو ادامه دارد. ریدها در جایهایی که مهاجران جایگیر شدند، سراغه های استقامتی، مسجدها، قهوخانه ها و آشخانه ها، جایهای کاری، ایستگاه های مترو و غیره گذرانیده شدند. یادرس میکنیم که انعنهی به طور اجباری نصرانی گردانی مردم مسلمان در تاریخ روسیه ریشه های عمیق دارد. در عصر 16 بعد مستملکه شدن پاولژه و اورال، حکومت پادشاهی روس سیاست اجباران نصرانی کنانی مسلمانان محلی را پیش گرفت، ولی این کار نتیجه نداد.